سلام، شبتون بخیر. خوش اومدید به برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب در ایران در روز 18 بهمن ماه. سودها در انقلاب‌های مختلف بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب‌ها هستند. قطعه‌های شورانگیز که انقلابیون با شنیدن اون به وجد میان. انقلاب ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. سرودهای زیادی ساخته شد و سبکی جدید در موسیقی ایران به وجود اومد. برخی از این ترانه یا سرودها در 40 سال گذشته بارها از رادیو و تلویزیون پخش شدند و گروهی دیگر تنها چند بار فرصت شنیده شدن پیدا کردند. سرودهایی که به آینده روشن امید داشتند و از اومدن بهار میگفتند. کاوه مشکات در 40 سالگی انقلاب ایران نگاهی انداخته به برخی از موسیقی‌های متن سال‌های 57 و 58. موسیقی متن این روزها جنس دیگری دارد. سرودهایی پر از هیجان و شور روزهای انقلاب. همه در آن سهمی دارند. از حزب توده و نیروهای ملی مذهبی گرفته تا سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های هوادار آیت الله خمینی. سرودهای انقلابی ترکیبی جدیدی بود از موزیک کر، آهنگ‌های چپ آمریکای لاتین و بعدها نوحه ایرانی. وسیله‌ای برای بیان احساسات انقلابیون تازه نفس. این سرود مانند بسیاری از قطعات آن روزها با استفاده از گروه کر ساخته شد. تک شعر انقلابی جهان بخش پازوکی و موسیقی آن از مجتبی میرزاده. نهادهای مذهبی نمادهای خودش رو داشت. شعر خیلی تأثیر داشت در اینکه اون ترانه مذهبی باشه یا ملی باشه. به هر حال این در واقع شعر بود که تعیین میکرد اون ترانه رو و هر دو گونه به وجود اومد، خلق شد و توسط مردم خوانده شد. اون زمان مردم همونطور که گفتم تصورات زیبایی برای آینده و جامعه خودشون داشتن، چه چپ چه راست چه ملی. فرودگاه مهرآباد 12 بهمن 57. گروه های مذهبی هوادار آیت الله خمینی هم از قدرت گروه کر استفاده کردند. سرودی که برای اولین بار در زمان ورود آیت الله خمینی به ایران در فرودگاه مهرآباد اجرا شد. قطعه‌ای که در شعر آن عناصر پررنگ هواداران حزب جمهوری اسلامی دیده می شود. سرود خمینی امام گرچه در روز ورود حضرت امام اجرای عام شد، ولی در 3-4 هفته قبلش من سرود ساخته بودم. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. گروه های چپ در انقلاب 57 بیش از بقیه دست به کار ساختن سرودهای انقلابی بودند. سرودهایی که ریشه در جنبش های چپ آمریکای لاتین داشت. قطعه برپاخیز از جاکن از روی آهنگ خلق متحد سرجیو اورتگای شیلیایی اقتباس شده بود. انقلاب های ما قبل از انقلاب 1357 اثر گذاشته بود روی آهنگ‌ها، روی سرودها و چیزهایی که در پس زمینه ذهن هنرمندان بود، موزیسین‌ها به خصوص آهنگسازا و شاعرها، اینا همه کمک کرد که در واقع این سرودها به وجود بیاد. با حزب چپ‌ها سرودهایشان هم دیگر شنیده نشد. به جز بهاران خجسته باد که در 40 سال گذشته بارها و بارها در رادیو تلویزیون ایران پخش شده. اما دلپذیر شد بود از خاک بردمید. هر از روح باز گشت زمین.
فستیوال به نظر من بهترین سرودترانه اون زمان بود و بیشتر تو دهنا بود و تو دلها بود و روی زبانها زمزمه میشد. حرف مردم رو داشت میزد و صحبت، یعنی با کسی طرف نبود، با کسی خاصی طرف نبود و مذهبی هم نبود به اون صورت، و چون این حالت رو داشت و به گونه ای بود شعر که مردم همه دوست داشتن. سرودی که برای اولین بار روز 29 بهمن 57 در سالگرد اعدام خسروگل سرخی و کرامت الله دانشیان از تلویزیون ایران پخش شد. بهاران خجسته‌باد کلامش از بهزادی بود، دکتر بهزادی بود که برای پاتریس لومونبا گفته بود و این بخشی از اون شعر بود که توسط کرامت دانشیان در زندان‌های قبل از انقلاب با موسیقی که خودش به هر حال زمزمه می‌کرد به صورت سرود میخوندش، ولی هیچ کدوم از ماها اون ملودی که اون میخوند رو در یاد نداشتیم. پدرام اکبری و دوستان دیگه که آمدن بعد از، یعنی تو اون بحبوحه ماه دی بود خیال میکنم، آمدن پیش من قبل از انقلاب که حتی موقع نمیدونستیم شعر مال کی هست. بنابراین این شعر به نام کرامت ثبت شد. همون روز هم من وقت پیدا نشد که چی میخونده کرامت، ساختم اون رو و با صدای خودم و چند تا از دوستانم، همسر سابقم و دوستان نزدیک، با یک دستگاه بسیار کوچیک اسباب بازی ضبط کردیم و این حرف زمان بود، امیدی بود که این آدم داشت با این شعر و ما اون رو در واقع تبلیغ کردیم. آرزوهای خودمون بود، یه آرزوی نسلی بود که مبارزه کرده بود که بهاران باشه و خجسته باشه این بهار، ولی هنوز ما به این بهار نرسیدیم. تا روشن تر شود روزمان، صداهای متفاوتی را در میان صدها سرود انقلابی که در روزهای پرهیجان انقلاب ساخته شد میتوان پیدا کرد. آثاری که فقط در همان روزهای اول بعد از انقلاب از رادیو و تلویزیون ایران پخش شد و پس از آن در آرشیو خاک خورد. گذشت آن زمانی که آن سان گذشت، گذشت آن زمانی که آن سان گذشت. سال 57 و فضای تبالود آن روی موسیقی هم تأثیر خود را گذاشت. هوشنگ ابتهاج رئیس وقت بخش موسیقی رادیو و گروه نوازندگان و خوانندگانی که در رادیو با او کار می‌کردند پس از واقعه 17 شهریور استعفای دست جمعی دادند. پس از این اتفاق کانون چاوش به مدیریت هوشنگ ابتهاج به راه می‌افتد، مؤسسه‌ای که یکی از جریان‌های مهم در تاریخ موسیقی ایران است. قطعه شب نورد چاوش فردای 22 بهمن از رادیو ایران پخش شد، قطعه‌ای که در آن هم امید هست هم بیم. شب است و چهره در یک فاصله کوتاه سرودهای زیادی تولید شد که بازتاب خواسته های مردم و آرزوهایشان بود. رفتن شب و آمدن روزهای بهتر. 40 سال بعد بعضی از این سرودها همچنان موسیقی متن این روزهای برخی از ایرانیان است. کاوه مشکات، بی بی سی. عباس معروفی، شاعر و نویسنده و اولین مدیر اجرای صحنه موسیقی ایران بعد از انقلاب، از برلین با ماست. آقای معروفی، ممنون که وقتتون رو به ما دادید. کمی از فضای موسیقی، اون فراز و نشیبی که موسیقی طی کرد در اون روزهای بعد از انقلاب برامون بگید. همینجور که الان داشتیم میشنیدیم، سلام میکنم اول، همینجور که میشنیدیم فضا پر از موسیقی یا سرودهای انقلابی که توسط رژیم و حزب توده، سازمان مجاهدین، شریکای فدایی و این صداها همینجور تو خیابون شنیده میشد. و خب بعضن این موسیقی ها کپی از موسیقی های آمریکای لاتینه یا افغانستانه یا کشورهای دیگه است که جامعه میاره بازسازی میکنه، شعر دیگه میذاره روش و در واقع اقتباسش میکنه و ازش کار میگیره به نفع مبارزش. و موسیقی یک
ابزاری میشه برای حالا رژیم برای پیشبرد جنگش، گروه‌های سیاسی هم برای پیشبرد اهدافشون، در حالی که کار موسیقی در واقع این نیست. موسیقی کار دیگری میکنه، موسیقی آرامش یک جامعه است. و من خب چون درگیر بودم با موسیقی، با این ماجراها که همش تو دستانداز بود و هیچ وقت ما شکل درستی نداشتیم، یک جایی به نام مرکز سرود و آهنگهای انقلابی بود که تا اون زمانی هم که من کار میکردم همین نام رو داشت، در حالی که مرکز موسیقی ایران بود و مرکزش تالار رودکی بود. من دبیر دبیرستانهای تهران بودم، در دبیرستان هدف درس میدادم. یک دوستی، دوست نویسنده آقای عبدالحی شماسی، اومد به من گفتش که میخوام ببرمت یه جایی که موسیقی مملکت را بندازه. و من اومدم در تالار رودکی با عنوان مدیر اجراهای صحنه‌ای و مدیر و این مسئله سال 66 هست. اگه یه مقداری برگردیم عقب‌تر، فکر می‌کنم اینجا این سوال پیش میاد که خیلی از موسیقی‌هایی که بعد از انقلاب سروده شد، اجرا شد و پخش شد و ماندگار شد، خیلی از اونها هم دولتی نبود. یعنی اونطور که شما گفتین رژیم اونها رو نساخته بود، از دل جامعه هم یک سری موسیقی در اومد، یک سری تصنیف در اومد که باقی مونده همچنان هم. قطعاً، یعنی اینکه اینجور نیست که همه این صداهایی که میاد صدای رژیم یا صدای سازمان‌های سیاسی باشه. هنرمندها همیشه کار کردن، همیشه حضور داشتن. ولی خب یک چیزی که خیلی مهمه این که یک دوره‌ای حتی موسیقی سنتی ما اصلا تبلیغ جنگ مسلحانه می‌کنه و با در واقع اون من عضو کانون نویسندگانم و با ذهنیت من خب هم ساز نیست. یعنی اینکه همش الان رسیدیم به جایی که میگیم تفنگت را زمین بگذار، ولی اون موقع میگفت تفنگت را بردار. یا بعد بحث جنگ مسلحانه بود و جامعه داشت میرفت برای یک چیز بزرگی. میشه گفت کم و بیش اون که تفنگم را بیاور تا ره بجویم، کم و بیش در واقع نشأت گرفته بود از اون فضایی که پس از انقلاب و بعد از اون جنگ در واقع داشت میومد به سمت کشور و آمد. فکر میکنین که میشه کم و بیش اونطور دید، یا شما نظرتون این هست که هنر برای هنر، موسیقی باید خودش رو دور نگه می‌داشت از این مسئله؟ نه، من فکر می‌کنم خب اون دوره تحت تاثیر اون فضا و خود جنگ و اینکه اصلا مجوز داده می‌شد به یک کمچی موسیقی که آقای شجریان هم می‌خونه، خب این اومد تو دل جامعه و خب خودش یک دوره‌ای از تاریخ رو داره می‌سازه، داره تاریخ رو ورق می‌زنه که موسیقی سنتی ما هم اومد کنار این ماجرا که تنها راهش رو قلم نیست براش، تفنگه. یعنی اینکه تفنگت رو بردار. ولی همین موسیقی و همین شاعران میرسن به اونجایی که میگه تفنگت رو زمین بگذار، چون حالا دیگه دارن میبینن که تفنگ روبروی مردم قرار گرفته، باز هم همون هدف رو دنبال میکنه. ولی در نهایتش من فکر میکنم موسیقی کاری ورای این چیزها داره. ما مثلا در ایران از موسیقی توصیفی محروم، خیلی کم داریم. جهان داره دیگه تموم میکنه موسیقی توصیفی رو و ما موسیقی خوب فولکلوریک داریم، موسیقی سنتی داریم، ولی موسیقی توصیفی خیلی کم داریم. گاهی برای فیلم ها بذارید بریم به سال یعنی چند سال بعد از اون که شما دعوت شدید که برین به تالار رودکی و اونجا کار بکنین. برامون بگین چه فضایی بود، یعنی چه گذشته بود بر تالار رودکی در زمانی که شما رفتین بر سر کار. ببین، من موقعی که اومدم تو تالار رودکی، آقای میرطاووسی در واقع من رو گذاشت تو اون قسمت و منم خیلی اختیار تام داشتم، خودم کار میکردم، از ساختن صحنه تا نور، صدا و همه کارها، نوشتن بروشور، چاپ پوستر و هماهنگ کردن کار یک گروه که بیاد رو صحنه. ما قرار بود که تو اون دوره سال 66 موسیقی ببریم رو صحنه. بعد یک روز می‌دیدیم جلیل اندلبی اومده در به داغون خیس عرب که آقا سنتور منو زدن شکستن.
خب این اینم بود از این ور. بعد توی همون دوره بود که آقای نادر کجویی معاون وزارت ارشاد مدیر کل ارشاد فارس یک استفتایی در واقع نوشت و آماده کرد، من منتشرش کردم. یعنی 9 فتوا بود از آقای خمینی که من اینو منتشر کردم که بتونیم این فضا رو بشکنیم، چون هدف من شخصا چیز دیگری بود، این که ما باید برای این جامعه کاری کنیم، موسیقی تولید کنیم. اولین گروهی که ما بردیم رو صحنه گروه قوالان پاکستان بود، یعنی همونایی که روی قبرها رو سنگ میرن تو قبرستونا رو سنگ قبرها میشینن موسیقی میزنن و میخونن، بعد گروه تنبور نوازان پاکستان، بعد کامکارها، بعد شجریان، و بعد این وسط ما متوجه شدیم که تو خود اون حراست تالار رودکی میرن مثلا مردم شبانه میرن شب تا صبح پشت نرده ها میستادن، بعد اینا میرفتن 200 بلیت از توی گیشه میگرفتن میبردن بازار سیاه میفروختن. و من یادم هست که تنها کار خوبی که من کردم این که وقتی اون جایگاه رو قرار گرفتم پیدا کردم یک آدمی رو که قبلاً معاون ارکستر سمفونیک بوده، ایشون رو دوباره ابقا کردم به عنوان معاون ارکستر سمفونیک، و من چون مدیر ارکستر سمفونیکم بودم این چراغی شد به دستم که تونستم راه پیدا کنم که بلیت هایی که زمان قبل از انقلاب وجود داشته، بروشورها، شکل و شمایلش رو دوباره بیارم بازسازی کنم. ولی خب به جای مثلا مرکز موسیقی ایران ما باید می نوشتیم مرکز سرود و آهنگ های انقلابی. ولی این در واقع این درگیری ها وجود داشت، هنوز نوار و موسیقی رو از مردم می گرفتن، هنوز تو خیابون ها نوار جمع می کردن، کاست جمع می کردن، و من شاهد اینا بودم. منتها بخشی که من کار می کردم با بخش دیگری که معاونت در واقع هنری مرکز سرود آهنگ‌های انقلابی بود، آقای شکوهی اونجا بود که اونجا یک جای دربسته بود که مجوزها رو اونجا صادر می‌کردن و ما در واقع به اونجا راه نداشتیم. من تو اتاق آقای حشمت سنجری بودم و هنرمند آقای شجریان، آقای علیزاده، آقای ناظمی، اینا می‌اومدن تو اتاق ما و ما راجع به کنسرت صحبت می‌کردیم، و در طول 3.5 سال حدود 600 کنسرت رو صحنه بردیم. آقای معروفی که تقریبا بی خطا بود. ممنونم از لطفتون، ببخشید که وقت ما محدوده. عباس معروفی، شاعر و نویسنده از بلیما. اما بی بی سی فارسی با عده‌ای از مهاجران ایرانی پس از انقلاب در پاریس گفتگو کرده که در روزهای آینده روایت یکی یکی از اونها رو از تاثیر انقلاب بر زندگی شخصیشون شنیدیم و میشنویم. سرور کسمایی، نویسنده و مترجم، از امیدش به انقلاب ایران در روزهای نخست میگه و سپس ناامیدیش در سالهای بعد که نهایتاً او رو مجبور کرد وطن رو ترک کنه. گفتگوی پوریا ماهرویان با او رو ببینید. من سرور کسمایی هستم، رمان نویس، مترجم و ناشر توی فرانسه، و 35 ساله که میتونم بگم در تبعید و غربت به سر میبرم. خانم کسمایی، انقلاب ایران چه تأثیری رو زندگی شخصی شما گذاشت؟ انقلاب ایران برای خانواده من مثل یک بیگ بنگ بود، مثل اینکه یک بمبی افتاده باشه وسط یه خونه و همه چی متلاشی بشه. برای اینکه خانواده من بعد از انقلاب در واقع همه به یه طرفی افتادن. اول از همه پدر و مادرم در سن بالا از ایران خارج شدن. من و خواهرم موندیم در ایران. برای اینکه امید داشتیم که نه این سرکوب و خفقانی که ایجاد شد بعد از بهار آزادی چند ماه بیشتر طول نکشید. و خب همه امید داشتن هنوز که نه اینطوری نیست، این فکر میکردن یه برهه کوتاهی، ما میتونیم اینو مقاومت کنیم، مبارزه کنیم. و اینی که من و خواهرم موندیم در تهران، در همون ماهایی هم که هر دو بودیم، و یعنی در غیاب پدر و مادرم من ازدواج کردم. زندگی زناشویی ما 1.5 سال بیشتر طول نکشید و با دستگیری همسرم به پایان رسید در واقع. و او که دستگیر شد،
من و خواهرم تصمیم گرفتیم که نمونیم و بیایم. و اون موقع امکان قانونی از ایران خارج شیم خب نبود. در یک جمله کوتاه آدم میتونه بگه از طریق مرز ترکیه خارج شدیم، ولی این جمله کوتاه 3 ماه طول کشید. به هر حال تونستیم موفق شیم و به ترکیه برسیم. از اونجا هم به فرانسه اومدیم. زندگی ما بعد از اون خیلی دشوار بود اینجا، برای اینکه با وجود دانستن زبان بسیار بسیار زندگی سخت و دشواری جلوی روی ما بود، به خاطر اینکه اولا ما به میل خودمون نیامده بودیم و اینجا با شروع زندگیمون همش خب سالهای خیلی سیاهی بود در ایران و از یه جنبه شما علاقه شدید دارین به اون طرف، از طرف دیگه احساس میکنین که شما شاید جان سالم به در بردین و خیلی ها دوستای شما موندن اونجا. این هم یه نوع بار عاطفی سنگینیه که باید بکشین، تحمل کنین. و بعدم زندگی روزمره اینجا برای ما بسیار دشوار بود. تنها شگردی که هر دو پیدا کردیم این بود که خیلی سریع خودمونو در تحصیل و کار در واقع خودمونو گم کنیم، یعنی فرصتی نباشه برای اشک و آه، ناله و غیره. و خب درس و شبم کار میکردم در تئاتر، چون یه بورس خیلی ناچیزی از دولت فرانسه داشتم ولی اصلا کفاف مخارج منو نمیکرد. و با کار و درس تونستم که خودم رو دوباره بازسازی کنم، ولی نمیتونم انقلاب و از وجود خودم جدا کنم، از سرنوشت خودم جدا بکنم، به خاطر اینکه مثل تولده. شما نمیتونین بگین اگر پدر و مادرتون این دو نفری که هستن نبودن شما کجا میبودین و کی میبودین. انقلاب یک نوع در واقع همینه، نیای منه، یعنی من از دل انقلاب اومدم بیرون با تمام تضادها، گرفتاری ها، مشکلات روانی، شکست ها و پیروزی هاش. در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب 57 نگاهی کنیم به مطبوعات ایران در روز 18 بهمن. مسعود بهنود و مریم افشنگ مطبوعات اون روز رو ورق میزنن و نگاهی میندازن به انعکاس وقایع 18 بهمن 57 در روزنامه‌های اصلی آن دوران. سلام آقای بهنود، روزنامه های 18 بهمن داره نشون میده که فضا داره به دولت بختیار خیلی تنگتر میشه. همینطور هم بود، به شدت این اتفاق افتاده بود، حتی بیشتر از اون چیزی که روزنامه دارن میگن. انگار یه سلسله مذاکراتی بود که شب پیش شکست خورده بود و اوضاع کاملا به زیان بختیار اتفاق افتاده بود. تصویری که در روز 19 راجع به روز 18 میده آیندگان، چون صبح در میامد، دارید میبینید که بیشتر حرف مهندس بازرگانه و اگر هم حرفی راجع به بختیار هست باز از زبان مهندس بازرگان و به حال جنای مذهبی است. یه چیز جالب هم تیتریه که زده، بازرگان در پی ایجاد جمهوری اسلامی دموکراتیک است. خیلی جمله مهمی است. این رو بازرگان به دنبال این گفت که نیروهای ملی سیاسی شروع کردن با او وارد گفتگو شدن که جمهوری اسلامی خیلی بازه، خیلی قابل تصویر و این حکومت به اصطلاح مطلقه روحانیت خواهد شد. از این حرفا وقتی این حرفا پیش اومد، بازرگان طبق معمول اومدش که این به اصطلاح موازنه برقرار کنه، این حرفو زد که جمهوری اسلامی دموکراتیک هم نظر آقای خمینی هم جام شد و هم نظر گروه های ملی. ولی واکنش بعدی آقای خمینی آنچنان که میدونید این بودش که یک کلمه نه کم نه بیش. جمهوری اسلامی. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم، از مذاکرات پشت پرده درباره سرنوشت شاه داره میگه. برای این خبر بیشتر به نظر میرسه که به اصطلاح یه خبر احساسی است، چون در اون شرایط انقدر مذاکرات خیلی جدیتری وجود داشت که اون پشت بین مهندس بازرگان و ارتشی ها دیگران اتصال پیدا شده بود، بین مهندس بازرگان و ارتش بود فردوس و روز اتفاقات مهمی داشت در این روز میافتاد که طبیعتاً روزنامه های اون موقع نمیتونست از همه اون پشت خبر داشته باشن. ولی به هر حال بله، این مذاکرات به اینجا رسید و یعنی دیگه همه داشتن با شاه خداحافظی میکردن. این صفحه پر تیترای جالبه، از جمله اینکه میگه سرهنگ ارتش ترور شد. جالب مقصودتون نبود؟ دردناکه. بله، در جاهای مختلف شهر این مال رضایی است این خبر. بله. ولی حتی در تهران در اون روزا
پیش میاد انقدر تکرار میشد که در حقیقت نمیومد صفحه و روزنامه. من تعجب میکنم که آن در این روز این یکی رو آورده صفحه. فکر کنم فضا انقدر متشنج بوده که از آیت الله طالقانی هم داره نقل میکنه که مردم رو تهدید به قتل و آتش سوزی نکنید. یعنی مذاکرات اون پشت بیشتر امید میداد به کسایی که میخواستن مثل بازرگان و طالقانی که داره ماجرا بدون خونریزی تموم میشه. بریم اطلاعات رو ببینیم که داره خبر میده از نام 12 عضو کابینه انقلابی در که اطلاعات مثل اینکه منتشر کرده. بله، اطلاعات یک خبر دیگه زده به روزنامه دیگه و همین خبر که میگید خبر مهمی هست و میشه گفت نسبت به بقیه روزنامه ها از بقیه ذره دقیق تره. جلوتر هم هست گویا. بله. این پایین هم داره میگه که 44 نماینده مجلس استعفا کردن. بریم مجله تهران مصور رو ببینیم. بله، ببینید این تصویر در حقیقت اوضاع اون روزه داره میگه. اون بالا یه عکس کوچیکی هست که نشون میده اونجا مردم اومدن گفتن شاه رفت، روزنامه شاه رفت دستشون بود. این پایین یه تفاوتی داره و اون اینکه اینجا سربازه. الان توی اون مجله فکر کنم بتونید ببینید. بله، ارتشه که اینجا در این عکس که واضح‌تر دارید میبینید که ارتش هست که الان نشونش میدیم که تصویر آقای خمینی رو در دست گرفته تو خیابون. یعنی ارتشی که ظاهرا آمده بود برای مقابله با همین جریان ولی عملا جذب شده. یه مطلبی هست داخل شمارش معکوس آغاز شده، وضع دولت بختیار. جمله آخرش برای من جالب بود که میگه وقتی مخالفان چنین آشتی ناپذیر و غیر قابل انعطافن منتظر چه معجزه‌ای هستیم. بله، این وضعیت دولت آقای بختیار داره توضیح میده. یکی از دلایل نوشتن چنین مقاله هم این بودش که وقتی در این روز در 18 برای آخرین بار دکتر بختیار دیدم، یعنی در محل نخست وزیری دیدم که البته بعد از اون دیگه هرگز ندیدم، در اونجا صحنه بسیار غم انگیزی بود به خاطر اینکه فضای آشفته ای بود و کسی به کسی نبود. در اونجا بیشتر وزرا اونجا سرگردون بودن چون تو وزارتخونهشون راه نداده بودن اونها رو، و از همه مهمتر اینکه در چند قدمی بختیار کارکنان خود نخست وزیری تو محوطه بودن و اونجا داشتن شعار میدادن به نفع خمینی، یعنی دیگه در نزدیکی گوش او اومده بودن. گرچه او همچنان قصد داشت مقاومت کنه و دنبال راه حل میگشت، ولی قابل تصور بود که نه، کسی به بازیش نمیگیره. یک چیزی هم آوردیم از جنبش، وحدت کلمه رمز پیروزی است. بله، این تصویر خوبی است از گروه های ملی و حتی نیروهای چپ. در این شرایطی که بودیم یک شعار همه پیدا کرده بودند نیروهای چپ و نیروهای ملی که عبارت از این بودش که بذارید شرایط رد شه و قطعی بشه، رفتن حکومت سابق همه مسائل حل میکنیم، بنابراین الان وحدت کلمه را دست ندیم. این وحدت کلمه را دست ندیم در عمل به معنی این بود یا شد که به نفع کسایی که تو خیابونند همه از خواستای خودشون دست بردارن یا کوتاه بیان یا فعلا دست بردارن، این عملا به معنی پیروزی جناح آقای خمینی بود. یعنی وحدت رو رمز پیروزی بدونیم، حتی کسایی که بلا فاصله گرفته شدند، کشته شدند یا از اول مخالفتشون با جمهوری اسلامی ثابت شده بود هم همین شعار میدادن. ممنون آقای بهنود. برمیگردیم فردا و این فضای پر از هرج و مرج اون روزها رو دوباره یه نگاهی میکنیم. به پایان ویژه برنامه امروز چهلمین سالگرد انقلاب ایران میرسیم. ممنون از همراهی شما.